گاهی فکری به ذهنم میزنه، البته اینطور مضمون را من در جونش من عرض کردم، ما مطلوب اینطور مضمون، ولی من با این کلمات عرض کردم که خورده نزدیک به ذهن باشه. اگر اون روز یک نفر برخاست در اون بهشت سیستماتیک علم، اگر یه نفر برخاست گفت آیان یه سوالی داریم میتونی جواب بدید، این وضع ریاضی که پیش آورده، این میخواهم شماست، میخواهم من کو؟ من با یه میخواهم اومدم به این دنیا، کو میخواهم من؟ من وقتی به این دنیا آمدم یک خواسته شخصی داشتم که تکیگاه من بر هویت خودم روی اون میخواهم من بود. شما به چه دلیل میخواهم من رو اینجور تعیین کردید؟ چه ولایتی بر من داشتید؟ شما قیم من بودید؟ من گمان میکنم سوال این مرد در اون روز خیلی تعجب آور خواهد بود که در مقابل اون بهشت علمی ریاضی کسی بلند بشه بگه آقا پس کوب میخواهم شخصی من، ولی میترسم تنها او نباشه، یکی دیگه از اونور بلند شه آقا راست میگه، من هم همینا فکر میکردم. دو نفر دیگه از اون طرف میگه آقا والله به خدا من هم همین فکر میکردم. اون میخواهم شخصی من کجا؟ شما به چه حقی منو انداختید تو این کانال ریاضی که بخواه اون را که ما میگوییم؟ هوشیاران هستم ولو اینکه زندگی بسیار قانونی و ریاضی باشه، اما بالاخره منم، انسان انسانه، برای هویت خود یک استقلالی اعتقاد میکنه. منتهاش اگر لو کان لکم دینون، اون میاد از درون میگه که میخواهم تو روی خواسته خدا و اعماق جان تو اینطور باشه، اون میخواهم را از درون توجیهش میکنه. و اگر سیستم ریاضی باشه از بیرون کشش میگه نیا جلو، تردی نکن، کار کرده موزش را بده و الا شلاخ. این یک جور اشباع میخواهمه، یک جور میگه از درون طوری میسازد انسان را که میگوید من باید عدالت ببرزم، من اگر منم باید عدالت ببرزم، شلاخ چیه؟ فرقش اینه. شما میبینید توضیح این جمله درس ها میخواهد. یک شاید رایی داشتیم، یه جایی کنفرانس داشتیم، جزء سوالات یک شمین بود مربوط به همین بحث امشب ما نمیشته بود. در این سوال معلوم بود که شخص خیلی وارد بوده، سوال کننده. بعد گفتم استاد پزشکی، دانشگاه پزشکی بود، سوال کرده بود که بسیار خوب این مطلب که شما فهمی مطرح کردی که بشر درباره تعدیل خودخواهی شکست خورده، قبول شرق و غرب شکست خورده، ایشون تقریبا این بار تشکیمون شکست خوردن در تعدیل خودخواهی، درست. اما قانونگرایی آمده برای یک عده از این کشورها زندگی را منظم و قابل پذیرش کرده. اینا نظر شما چیه؟ همونجا اینجوری بود، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَآتَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. زندگی دنیا قانون میخواد، مگر شوخیه؟ نهایت هم اگر این زندگی بخواد جواب پیدا کنه به اون شش تا سوال، این گرایش دینی میخواد، بدون گرایش دینی اون شش تا سوال جواب دادنی نیست. به طور نسبی مطالبی به انسان میگن. چرا؟ میگن آقا در کجا هستم؟ در جهان هستی هستی. با کیستم؟ با انسانها. با انسانها ارتباط من چگونه باشه؟ انسانی باشه. چرا؟ محبت باید بکنی. خب به من محبت کنی تا محبت کنم. تازه شد اول سوداگری. ضرر نزن. اگر ضرری به کسی رسید شما اون ضرر را دفع کن. خب ضرر اگر من رسید دفع کنی، منم دفع کنم. واقعا این همه انبیا، این همه حکما، این همه شهدا و قربانی های راه انسانیت برای این بود فقط که بیای تجارت کنیم. به تو محبت یا تو به من محبت ببر. ما تعهدی نداریم انسان را اینقدر کوچک کنیم. ما هیچ پیمانی نداریم که انسان را بیاریم اینقدر پایینش کنیم. این جمله دقت کنید، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَآتَ
فکونو احرارم فی دنیاکم. زندگی نظم داره، زندگی قانون داره، زندگی اصل داره. جوامعی در این دنیا قرنها زندگی کردن در گذشته فقط با نظم، ابدیتش را در ابدیت نتوانست از اینجا ذخیره برداره، ولی اینجا زندگی طبیعی خودش انجام داده. منتهاش البته اگر دقیق باشیم که ممکن بگیم مثلا اون زندگی هم روبینایی بوده و قابل استدلال احتجاج. به هر حال زندگیش ادامه داده و عرشبت جنگ و جدال جلوش را گرفته، حق کشی را جلوش را گرفته، ادامه دادن زندگی را. این حسین علی میگوید میشم چیزی، منتها جواب سوالاتش خودشان نداد. خیلی خوبا، بسم الله الرحمن الرحیم، 82 سال امروز جناب عالی سن تونه کیچی، اون وقت اون کیچی را دیگه جواب ندارد که واقعا با ناتوانی بشر در مقابل این سوال‌ها، این مادر سوال‌ها که خب چه شد 80 سال 90 سال چه شد، حالا چی میخوایی؟ بگه ببخشید ها، بله من اصلا در این فکر نبودم، این ندارید این زندگی، اینجور زندگی، ولی زندگیش را کرده. هر روز هزار تا خون دل نخورده، احساس ناگواری نکرده. حسین علی فرمود ایلم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکن و احرارا فی دنیاکم. شما یک تعهد اجتماعی دادید به بعضی از اصولی که به همدیگه در تجاوز افراط نکنید. این افراطه، من دارم با شما می جنگم، شما با زن بچه من چیکار دارید؟ چرا اونها را می ترسانید؟ با نیمه جان که چگونه بلند شده و این فریاد را کرده، با نیمه جان، چون لحظات آخرش بوده دیگه. جمله زیربنا یک فلسفه سیاسی، زیربنا یک فلسفه اخلاقی، زیربنا یک فلسفه عالی انسانی. خب اینا شما توجه می‌فرمایید که مثلا یک کسی همجوری بیاد و این داستان را همجوری بخونه و بره و میتواند بفهمه عظمت این مسئله را. این یک شما اگر خود را از دین محروم ساخته اید، خب میخواید از این نعمت عظمای دین محروم کردید خودتون را. شما میفرمایید که میشه آدم واقعا ضرورت چیزی را بدونه و خودش را محروم کنه؟ بله میشه. بشر میداند که اگر خود خواهش را تعدیل کنه روی زمین بهش میشه، میدونه چقدر موفق شده درش. خودخواهش تعدیل کن، منم هستم، یه نبینی من هستم. اگر او برای تو لذت آوره، خب برای منم لذت آوره. اگر دردت میاد از اون زر، خب منم دردم میاد. بشر این خودخواهش تعدیل میکرد. اگر بگوییم قدرت نداره، من گمان نمیکنم یه همچه افترایی را عقل تجویز کنه برای اولاد آدم که نمیتواند خودخواهش تعدیل کنه. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ مقصود اینه که این به ذهن نیاد که اگر بشر میدانست که دین ضرورت حیات اوست از او دست برمیشه. خیر، میداند و دست برمیداره. همون گونه که میداند تعدیل خودخواهی ضرورت یک حیات خردمندانه است، میداند و نمیکند. اونم مال امروزها نیست، از اون آغاز تاریخ بوده، مگر خیلی کم. منتهاش عرض کردم این که بشر در شعله خودخواهی از نظر فیزیکی نسوخته است، چون مراعات اجتماعش کرده، مراعات زندگیش کرده، اون تیکر را مراعات کرده، احرارم فی دنیا را مراعات کرده، که بالاخره زندگی، این دینامیسم زندگی خیلی حاده. اینا به این زودی نمیشه دست به انتحار زد. خیلی مسئله زندگی مهمه. شما بینید یک لحظه از زندگی انسان بمونه، دلش میخواد اون یک لحظه را هم ادامه بده، و درست هم هست. خیلی هم قانون الهی همینه که انسان بتواند یک لحظه به زندگیش در زیر این کهکشان ها ادامه بدهد،
برخوردار بشد از این زندگی. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. ها آدم با یک لحظه حر ابن یزید ریاهی میشه، از صفر بی نهایت، زیر صفر پرواز میشه به بی نهایت، تو صفر میشه حر ابن یزید ریاهی. این مال این زندگی بود. اگر حر پیش از اینکه به روز دهم محرم به روز عاشورا برسه میمرد، پیش از اینکه این سعادت جاودانی نصیبش بشه چه میکرد؟ ابد شقاوت ابد گریبانگیرش بود و دیگر تاریخ از او به نام آزاد. اگر بخواید تمام ارزش های دنیا را جمع کنید در یک کلمه، حق دارید اگر بگویید آزادی که در راه خیر استخدام شود. حق دارید بگویید، نترسید. حسین به او گفت، وقتی آمد بالا سرش گفت، انت حر کما سمت که امک، تو آزادی همونطور که مادرت نام، چه مادرت خوب اسم داشته برای تو. چیزی دیگه هم نفرمودا، نفرمود حر بهش برای تو مثلا گوارا بشه. حر چقدر عظمت میشون نادی حر، چه اون کدوم آزادیه که حسین بالاترین منصب و مداری که به حر داد اینا داد. گفت انت حر کما سمت که امک، آزاد از ملک و منال دنیا، آزادی از مقام دنیا، آزادی از جوانی، آزادی از زندگی. میگفت خوب نمیشتن نمیشتن، ما چه میدونیست که در کوفه نابود خواهند کرد دودمان بزرگ حر را. گفت بشه، من مثلا ابدیت شوقی هم نداریم. میدونست که چه خواهند کرد، ورزا پسرش از خودش چی بختر فیستان که او کشته بشه، بعد از اون را مورد انتقام قرار ندن. و برو جیرو، اسمش هم علی بوده، نوشتن در بعضی از تا علی ابن حر، گفت تو برو جیرو ببینم.